حال توتیشون میستم احساس شبیه به اون موقعی دارم که در بارگاه مولانا هستم و بالا سر قبر مولانا هستم. صحبت‌های همایون شجریان در تشییع پیکر پدرش در بهشت زهرای تهران. اگر بخوام در یک جمله، چون توصیف نمیتونم بکنم، زمانش هم ندارم، اگر بخوام در یک جمله محمدرضا شجریان رو توصیف بکنم، اونم این هست که آدم‌های بزرگ مثل ایشون در طول تاریخ به این کره خاکی میان که پیام رو به خودشون میدن. خوشا به آن کسانی که این پیام رو دریافت میکنن. پیام محمدرضا شجریان واضح بود، با مردم بود و در کنارشان ماند. با وجود شیوع گسترده کرونا در ایران، خانواده ای آقای شجریان گفتند نمی‌خواهند برگزاری این مراسم موجب به خطر افتادن سلامتی مردم شود، اما همزمان هم نمی‌توانند به مردم بگویند در این مراسم شرکت نکنند. پیکرشون به مشهد از مزبط خارج شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اینجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم مرایت مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، بخاطر که در مشهد یا اوضاع سامان شدتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از اون وجود. مشکان شجریان این ویدیو را در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته که خانواده ی آقای شجریان در راه طوس هستند تا روز شنبه پیکر پدرشان را در کنار فردوسی به خاک بسپارند. آنچه در مراسم نماز بر پیکر محمدرضا شجریان مشهود بود، حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود، به ویژه در اطراف همایون شجریان. در مراسمی که اجازه حضور مردم را ندادند و تعداد کمی از دوستان و خانواده ی آقای شجریان به همراه تعدادی از خبرنگاران حاضر بودند. این هم حضور پرشمار نیروهای یگان ویژه. برای جلوگیری از حضور مردمی که آرام ترانه های آقای شجریان را زمزمه می کردند و برای بدرقه با او آمده بودند. مسدود کردن فرودگاه مشهد به خاطر تشییع استاد شجریان. این ویدیو هم از حضور گسترده نیروهای امنیتی در مشهد به دست بی بی سی رسیده. هنوز مشخص نیست در مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان مردم می توانند حضور داشته باشند یا نه، اما تعدادی از آنها از حالا در آرامگاه فردوسی در طوس جمع شده و انتظار می کشند. فرین عاصمی، بی بی سی.